به نام و یاد خداوند بن یزید سلام. به برنامه کنونی ارتکاب خوش آمدید. افغانستان کشوری است که به گفته مقامات دولتی و آگان حقوقی جرایم جنایی در آن در حال افزایش است. با علت اساسی آن فقر، بیکاری، فساد اداری در ادارات دولتی و نبود پروگرام های یامه از طرف ارگان های دخیل عنوان می کنند. در نفته در برنامه ارتکاب اختطاف یک تجار که از سوی یک گروه آدم ربا در منطقه ترخیل اختطاف شده بود و بررسی گرفتیم. من اسماعیل مشعل هستم، برنامه را تقدیم شما می کنم. امید که تأخیر برنامه با ما باشید. مجرمان باید بدانند که در هر موقفی که باشند به چنگ قانون خواهد افتاد. وگر مجرمان و آدم ربایان دست از کارهای زشت و غیر اخلاقی برندارند، با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد. رئیس زکات مبارزه علیه جرایم جنایی این مطلب را زمان بیان کرد که گروهی آدم ربا را که چند قبل عبدالله عمرزه یک تن از تاجران افغان را در کابل را اختطاف نموده و وی را در یک چای عمیق در منطقه ترخیل نگهداری می کردند، بازداشت کردند و به پنجه قانون سپردند. در این حال سخنگوی وزارت داخله می گوید که هدف اساسی این گروه به دست آوردن پول گزاف از این خانواده تجار بوده است. مجرمان باید بدانند که در هر موقفی که باشند به چنگ قانون خواهد افتاد. وگر مجرمان و آدم ربایان دست از کارهای زشت و غیر اخلاقی برندارند، با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد. رئیس زکات مبارزه علیه جرایم جنایی این مطلب را زمان بیان کرد که گروهی آدم ربا را که چند قبل عبدالله عمرزه یک تن از تاجران افغان را در کابل را اختطاف نموده و وی را در یک چای عمیق در منطقه ترخیل نگهداری می کردند، بازداشت کردند و به پنجه قانون سپردند. در این حال سخنگوی وزارت داخله می گوید که هدف اساسی این گروه به دست آوردن پول گزاف از این خانواده تجار بوده است. تاریخ 20 ماه اسد محترم عبدالله عمرزی که یک تجار ملی است و در ضمن داش خشت در قسمت دیسبز داره، اینا میرند دیسبز که به کارگرای خود پول بتن. ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر میباشه. این میجا 4 نفر اختطافچی مسلح میان اینا را دسکیل، اینا را به اصطلاح به زور با جبر یزیجا میگیرنش، تغییر مسیر اجباری میتنش و کارگرایش هم مجروع، یکیش هم مجروع میسازن، یعنی توسط سلا با یک متر اراده کرولای وازدری، یک اراده کرولای سفید ای را از مال انتقال میتن جبران و شود یک جای میبرنش، باز بالاخره در قسمت جا بجا میکننش. چونی به ما بسیار مهم بود، یعنی در تاریخ 20 اختطاف شد، در تاریخ 26 کارمندای ما اینا را کشیدن از اوجه. قضیه از این قرار بود که اینا را بعد از اینکه میبرن از دی سبز به استقامت نامعلوم انتقال میتشان، زمانی که اطلاع به ما رسید و صورت تیم بررسی کابل در اوجه موقعیت گرفت، گروپ های کشفی ما، گروپ های تعقیبی ما عاجل اوجه جای به جای شدند، موقعیت گرفتند تا که گروپ های تعقیبی اشخاص مشکوک تحت نظر در اوجه داشته باشند، تیم بررسی ما قضیه را بررسی کنه و گروپ های کشفی جستجو کنند که اختطاف توسط کی صورت گرفته. در ظرف 6 شبانه روز، یکی ماه مبارک رمضان بود، یکی که ما قبلا گفتیم ما در کابل به هیچ عنوان اختطاف را تحمل نداریم و اگر هر کس هم اختطاف میکنه، ما بدون کدام مبالغه یا بدون کدام چون و چرا میگم که قوت های کشفی ما شکر و الحمدلله در کابل فعلا دینمی سطح هستند که هر کس که اختطاف کنه ما میگیریمش، اما خوب است که اختطاف نکنه. اگر یانا این مجرمین سازمان یافته بیرم باز نیتشون می داشته باشند، می خواهند کسی را اختطاف کنند، ما همیاله برش بگویم که هیچ زحمت نکشند، چرا که یارا ما می گیریم. وقتی گرفتیمشان هم زندگی خودشان هم خانوادهشان و هم کلشان به مشکل مواجه میشه. چرا ما در کابل به هیچ عنوان اینمی کلمه را به نام اختطاف تحمل نداریم و کسی را اجازه نمیتیم که در کابل اختطاف کنه. هر کس هم که اختطاف کنه ما او را دسکیل میکنیم. دیسه آقای عبدالله عمرزه هم همونتو بود، ای را بردن و در 6 شبانه روز پیش از یایی در یک چا نگهداری میشد که عمق از این چا در حدود 25 متر و طولی که یا یک سوف زده بودد در حدود 60 متر بود. ما در 6 شبانه روز کارمندای ما شب و روز کار کردن، یعنی در 6 شبانه روز گروپ های کشفی و اپراتیفی کابل اصلا خواب نکردن. چرا؟ که همه تو امر بود، هدایت بود که هر ترتیب که میشه
هم از طریق جناب محترم وزیر صاحب امور داخله، هم قماندان صاحب شهر، مهندس صاحب امنیتی فشار می بود و از طرف خودم سر کارمندان که به هر ترتیبی که میشه باید هم اختطافچی ها دستگیر شوه و ماه مبارک رمضان است و امی عبدالله عمرزه هم باید عاجل از چنگ از این اختطافچی ها رها شوه. از بعد تشکیل جامعه بشری تا به امروز که ما اینجا حیات داریم و زندگی میکنیم، بشر جرایم مختلف هم مرتکب شده، چون جرم خودش یک پدیده اجتماعی است، خواه مخواه در اجتماع واقع میشه، ولی عوامل از این نظر به مکان و زمان متفاوتر میباشه. مثلا جرایمی که امروز در افغانستان واقع میشه و هر روز به روز آمار ارتکاب جرایم در بین افراد جامعه بیشتر میشه، عواملش بسیار متفاوت از جرایمی است که در کشور اروپایی و در کشور همسایه و منطقه ما رخ میده. در شرایط فعلی یگانه عامل بسیار موثره که برای ارتکاب جرایم در افغانستان در جامعه بسیار وسیع است موجود است، خود فقر اقتصادی است. فقر اقتصادی در جامعه بشری یکی از عوامل بسیار عمده برای ارتکاب جرایم بوده. ولی در پولی ازی بعض مسائل دیگه هم وجود داره، خود خلط مسائل اختلافات سیاسی با مخالف، اختلافات سیاسی و محکوم کردن مخالفین سیاسی به حبس های طویل مدت، اینا کلش مسائل است که عقده برای اشخاص به وجود میاد که ارتباطات قومی یا خیشی با مخالفین سیاسی در جامعه داره. اینا خود کلش از جمله عوامل است که سطح ارتکاب جرایم بیشترتر میسته. و از همه بیشترتر که ما باید سرش تاکید داشته باشیم که چرا جرایم امروز در افغانستان آمارش بلند میره، خود عدم انجام عدالت انتقالی است. چرا در جریان سه دهه جنگ جرایم جنگی را مرتکب شدن اشخاص افراد در افغانستان، نقض حقوق بشری در افغانستان صورت گرفته و تمام عاملین چنین قضایا امروز در رأس تصمیم گیری های دولت قرار داره. و کسایی که از این ضربه دیدن یا کسایی که اعضای خانواده خود از دست دادن، کسایی که حیثیت آبرو و ناموس خود در تجاوز به اینا از بین رفته، حال اینا به انتقام جویی های شخصی میپردازن. خود همین نوع شرایط که نقض حقوق بشری، ارتکاب جرایم جنگی در یک کشور، خودش از جمله عوامل است که باعث بلند رفتن آمار جرایم در یک جامعه میشه. برازه اپ خدا تک کیدا بس ودرگا امی جے فکر صبر صبر تزے اپ پٹ پے جگس صبر کیدا صبر کو تو کولو لاند نے تیر کے ودر یاد صبر کو نیسا کلاک نکی ودر ودر زت جگما ز پکا جے بلیک مرا کلا است رازا یو پٹ پے بل ہا رجکس رجکس کرا سر زبل نکی قرار در شو وے نہ نہ دغل تلاس رسی تو در گروپ خیر شکر که زنده است. خیر زنده است 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 شکر که زنده است. چراغ نداریم، کارتی نمیدیم، چراغ خبیشم چراغ هم اختار چی کردیم؟ ما و شما وقتی با تماس باید بسید خب چی من پرانه؟ ها، میدیم، همین خواهد سکنم آقای اوار سیدیم از جای شراغ مرده لاوی بیستن برای بیرانم چراغ پیش کی از بریسیم پیش ما بیارم اما چراغ بیارم پیش ما 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 بیارم Oh.
کنم بالد کنم بالد کنم چکار شد کنم بهتره تا شما مامیده بیش میکنی 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 بیش ببینیم چراغ روشن نیست نه نشه نه خرید نه نه الحمدلله نه بختیاران دیوه بختیاران ما خود نولی داره ما خستر که پتی بونه و کوم دې یاره دې خلک خان سلام دولت سلام علیکم خیریم شکر دې خیکی آجی صاحب آمرزوی اخصاف کرده بودن یکی از تجار ما و اینجا نگهداشت میشد توسط یک گروپ جنایتکار دیشب توسط پلیس شجاعی ما توسط پلیس که از امروز از قابلیت بسیار بالا برخوردار است پلیس سابقه نیست فرق داره امروز پلیس تواناییش تانستیم که اینا را دستگیر بکنن و به اتهام از این قضیه سه نفر دستگیر کردن خود آجی صاحب از این چاک شما دیدین اجه کشیدن و فضل خدا صحتشان بسیار خوب است. یه چیزی که می‌خوایم بسیار واضح برای کسایی که به همچه اعمال جنایتکارانه دست می‌زنه باشن به وضاحت بگوییم که اینا دیگه از قانون گریخته نمی‌تونن، از پلیس دیگه گریخته نمی‌تونن. شش روز پیش اختتاف‌گران من اختتاف کردن و دیلمی سیاچا تقریبا شش روز و شش شب بودم تا که پلیس جوان ما به سرکردگی امیر تبت جنرهی ولایت کابل اینا تمام معلومات هایی که به دست خود داشتن آمدن چهار بجه شو من از اینمی سیاچ ها بیرون آوردن پلیس کابل عد کرده که کسی اجازه نمیده که اختطاف کنه و در کابل باعث زحمت و مشکل به هموطنهای عزیز ما شوه ما بعد از شش شبانه روز سعی و تلاش شبانه روزی این اختطافچه های بیرحم دستگیر کردیم و این هموطن ما را از اینمی سیارچه ها که بسیار در حالت بد قرار داشت دستگیر کردیم و پیام ما ایست که هر کسی که اختطاف میکنه یا کشته میشه یا اینمی تو دستگیر میشه دست پلیس میفته و از مردم عزیز خودم آرزو دارم که ما در این مورد زیاد همکاری کنیم شک در تمام جامعه بشری پدیده منفی جرم وجود داره یعنی جرایم توسط متخلفین قانون صورت میگیره
به این منوال در کشور ما هم توسط یک تعداد افراد مغرضی که با نقص نمودن قانون به خاطر اصول منافع غیر مشروعشان تخلف از قانون میکنن مرتکب جرم میشن. ولی در افغانستان بنابر عوامل مشخصی که فعلا جریان داره جرایم متاسفانه بجای از اینکه کاهش پیدا کنه سیر سعودی خود میپایمه و این بنابر عوامل مشخص است که از یک طرف موجودیت فساد است در ادارات مربوطه دولت افغانستان و از طرف دیگه عدم هماهنگی بین ارگان های کشف و تحقیق است که هماهنگی لازم بین از اینا وجود نداره. متاسفانه در افغانستان بجای از اینکه با متخلف قانون مطابق مقتضیات قانون برخورد صورت بگیرن در بسیاری موارد بنابر برخوردهای مصلحتی که صورت میگیرن در واقع برخوردهای مصلحتی با متخلفین قانون بیشتر زمینه ازدیاد حدوث واقعی جرمی به بار میاره که اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اسنادی داره که در رابطه با اشخاص افرادی که به صورت عمد مرتکب جنایت شده و این جنایتکارا بدون از اینکه مورد تعقیب عدلی قرار بگیره با وجود از اینکه اعترافات صریح از طریق رسانه ها هم داشتن بدون کدام جبر و اکراه ولی در قسمت رهاییشان غیر مسئولانه مراجع تحقیقی کشور ما تصمیم گرفتن که در این مورد ما مثال های عینی هم داریم در افغانستان اشخاص افرادی که به اتهام قتل عمد گرفتار شدن و آنها از طریق رسانه هم اعتراف کردن که ما چی نقشه در ارتکاب از این واقعه داشت ولی دوسیش در جریان تحقیق از طرف اداره محترم سانوالی برای رهایش اقدام میشن. یکی از عوامل مهم گسترش جرم و جنایت در هر کشور تا به حد فقر، بیکاری، فساد داری در ادارات دولتی است. تا زمانی که فقر و بیکاری در هر کشور وجود داشته باشد، جرم و جنایت را به دنبال خواهد داشت. برخی ارگان حقوقی و مقامات دولتی با ابراز این مطلب تاکید می‌کند که افغانستان از جمله کشورهایی است که گراف جرایم جنایی و فعالیت‌های تروریستی در آن روز به روز افزایش می‌یابد و علت اساسی آن نبود پلان‌های عامه از طرف ارگان‌های دخیل، فقر، بیکاری و ناتوانی والدین در برآورده کردن نیازهای خانواده، توقعات نامعقول اعضای خانواده و مشکلات روحی و روانی علت و عامل اساسی افزایش جرایم جنایی در کشور عنوان می‌کنند. به باور این آگاهان تا زمانی که قانون در کشور تطبیق نشود، عدالت تامین شده نمی‌تواند و این جرایمی که مردم افغانستان هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند جلبگیری نخواهد شد. تولونا مهم عامل شده دی جرایم و هغه بیکاری ده. په کوم هیواد کې چې بیکاری زیات شي نو خلک بیا د خپلو ضرورتونو د رفع کولو دپاره بیا جرمونو ته لاس کوي. خو په افغانستان کې عوامل نور هم شته دی چې یو عامل په هیواد کې بدامنی ده، یعنی امنیت څرنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نشته، نو بدامنی هم دی جرایمو په زیاتوالي کې یا د جرایمو په کړۍ کې یو مهم رول لري. او د دې په څنګ کې د خلکو بیسوادی یا د تعلیم او د زده کړې نشتون هم یو عامل کیدلی شي. بیا د دې سره په خوا کې د خلکو د قوانینو نه د آگاهۍ نه درلودل، که څوک په دې باندې وپوهیږي چې زه یو جرم کومه او په دغه جرم باندې به ماته دغسې سزاګانې راکول کیږي، زه فکر کومه چې د قوانینو د آگاهۍ که چیرته وشي نو په جرمونو کې کافي کموالی راځي او هغه خلک چې د دې نه خبر نه دي او جرمونو ته لاس ور وړي نو که هغوی وپوهیږي نو بیا هم جرمونه کموالی راتللی شي. زه تېره پنجشنبه نورمال خپل کار وظیفې ته چې په دې سابس کې یو د پخو خښتو دستگاه هم در تولید تقریبا لس بجه چون در روزه میاشت در مخ که با در روزه نمخ که با زهر اولاد شپک بجه
و با بجیر کورا باتلم در وجه ایم از که اکثرا لس بجی لسلیم بجی در کورا تلم خبالی وظیفه ده با کم آورا چه دقا حادثه منستراغ لسلیم بجیر در کورا باتلم باسر بالهمکار ده لغو کور پا خلافت الله کده لغم جاره شهید بلتا می بگه یو زراعت کم لگر دلچسپی لرو یو باغ می جور کرد اگه دی پارا باغ چیلی ده؟ دی سبز دوا پا کار بادی با زد حشراتو اگه می واقعیست بیا بالهمکار می لغو چد که دوا کور تو لرنی؟ دیگه کور خلافت الله کده خلافت الله نمی آقا وچاد که به دواره نرمال بده من کم تا حالا و راس پرگنام ده به مسیر دلاره که عدت کم کارگران دیگه دی پارا سودا بعد شین ضرورتی همه ارتا واخشته لارم خپل دفتر تا لازه منگری سری آوزه؟ منگری سری آوزه دی پنج شنبه ورځ به منګه هره پنج شنبه چې ما سره تقریبا د اوس کارګران لږ کم دي تقریبا سل یو نیم سل نفره موږ سره کار کوي په تولید د خښتو کې د هغه کې د هر ځای خلتي تاجک ازبک د جلال آباد خپله د کابل د هر ملت د هر ځای خلک دي ما سره کار کوي او هغوی هم مانه یو ښه خاطره لري همیشه ما هغوی سره ډېر لطف اگر کوم امکانات یا زما د لاسه څه کېږي هغوی سره ما کړی مانه ډېر خوشحاله دي هر کار هغوی ما سره راځي داوطلبوي ما سره خپل کار وظیفه د پنجشنبې په ورځ باندې بیا موږ دوی ته خپل حق الزحمه ورکوو هره پنجشنبه د پنجشنبې ورځ وه نو زه په دفتر کې ناست وم زما سره مې منشي وه او دوه درې نفره منشي څه نوم یې منشي عبدالواحد د کوم ځای نه دغه د جلال آباد ناستو دې مزدورکارانو لیستونه هم جوړول حسابونه هم جوړول چې دوی ته موږ خپلې حقوق ورکړو تقریبا یوه نیمه دوه بجې د ورځې به وي دقیق می ساعت تا نو کتلی چون مصروف دی لیستو دی دغمو که دفتا یو نفر داخل سه دفتر تا دی داخلی دو سره دی خپل کلاشینکوف مرمه تیره کرا لطیو هم او په داخل دی دفتر که ودری تیو چنگ حالا دو دن نفر شخصی و نظامی کالی نه نه شخصی و مخلوص و پرت و مخی پرت کرده و سلای چه و سلا کلاشینکوف نو یواز ننوت بله یواز ننوت اول دفعه نه یواز ننوت متوجه کیدو سره څوک حضور سره داخل دفتر کی داخل دفتر کی ما سر منشی و دغه شریک می درته ویل نادر دیو ایو چلو پینځه نفره کارګر و چې خپل اقزامې ته ناست و په نمایندګۍ د نور راغلی و او یو دی سپینګی دی دغه کلی سره و ته په نه زکات به سره راغلی و هغه می څنګه کې ناست این اختطاف چه باندای جنایتکار مافیا بودن کاملا باندای مسلکی جنایتکار حرفوی که قبلا هم یا اینمی کار را میکردن و فقط علت اختطاف از این گرفتن پول از یا بود و یا قبلا در اختطاف اومانشاه آصفی خودش به ما اعتراف کرد کاملا مستند که دو جام دست داشتن در چند اختطاف دیگه هم یا شامل بودن سرقتای دیگه را هم یا کرده بودن یعنی یا مجرمین سازمانیافته بسیار مسلکی و عرفوی بودن که گرفتن از یا همین مدت های زیاد از اون وقت ارگان های کشفی از وقتی که مانشای آسپی را اینا اختطاف کرده بودن ارگان های کشفی در تعقیب از یا بود خب متاسفانه نظر به مهارتی که یاد داشتن جای خود تغییر می دادن یا را کس گرفتن نمی تانست چون الحمدلله فعلا ما تیم های بسیار مجرب کشفی داریم گروپ های خوب عملیاتی داریم معلومات ها را بسیار زود جمع میکنن اطلاعات خوب زود جمع میکنن این گروپ ما یارا تثبیت کرد اونا که من برتان گفتم روز ششم در ظرف چند ساعت عملیات که از شش شام ما عملیات را شروع کردیم در کابل و لغمان و به اصطلاح جادی میوند و دی سبز یعنی تا چهار صبح
ما اینا را از چنگ اختطافچیان نجات داریم. دادرسی یا عدالت در یک جامعه باید مستقل باشه، هیچ قوی دیگه به اون مداخله نکنه. بعد بختانه امروز در افغانستان همین چیز وجود نداره. اعمال قدرت توسط سیاستمدارا و دولت مردا بر نهادهای تامین عدالت در جامعه سبب شده که بعضن کسایی که به جرایم بزرگ در جامعه دست نداشته باشن، که از جمله نقض حقوق بشری یا جرایم جنگی است و همچنان اختطاف اشخاص افراد و جرایم چون قاچاق مواد مخدر، اینا کلش جرایم هستن که دولت مردا یا سیاست مدارا بر مرتکبین از این خود واسطه میشن تا جزای اصلی بالای از اینا تطبیق نشه و سبب میشه که اینا بدون از اینکه جزای خود تحمل کنن دوباره از زندان رهایی پیدا میکنن و بر از یک شکل قانونی را میتن بر رهایی شدن از او، که بدبختانه امروز این تاثیر بر در نزد تمام افراد جامعه وجود داره که دسترسی به عدالت در افغانستان امر بسیار مشکل شده یا تبدیل به یک امر مشکل شده دسترسی به عدالت، که آیسایسه خود اعتماد مردم بر دولت و دولت مردا ضعیفتر میسازه و سبب میشه که مرتکبین جرایم بزرگ هم به جزای اعمال خود نرسند. وقتی حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، وقتی با متخلف قانون مطابق مقتضیات قانون برخورد صورت نگیره، در همچه حالت ها چون تدابیر وقایوی به خاطر جلوگیری از بروز حوادث جرمی ضعیف میباشه، به این خاطر زمینه بیشتر به نفع متخلفین قانون است و آنها بیشتر از این حالت از این وضعیت سود میبرند و مرتکب بیشتر حوادث جرمی میشن. شمار از علمای دینی و آگان حقوقی از نهادهای امنیتی خواهان به محکمه کشیدن و تطبیق قانون علیه جنایتکاران حرفه‌ای در این کشور هستند. این تحلیلگران به این عقیدند که در همه گذشته پیش از حد دولت در خصوص جنایتکاران و تروریستان و فرامین متعدد دولت در زمینی عفو جرایم جنایتکاران متکرر، جرایم جنایی را در کشور افزایش می‌دهد. سمنوال محمدزای رئیس تحقیقات جرایم جنایی زون 101 آسمایی کابل در برنامه ارتکاب گفت میزان جرایم مثال ترور افراد، سرقت‌های مسلحانه و اختطاف افراد، واقع قتل‌های ترافیکی در شهر کابل نسبت به سال گذشته به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است و دلیل اساسی آن تلاش های خسته ناپذیر مسئولین و همکاری مردم است که این کاهش در جرایم جنایی به وجود آمده است. در این حال برخی مقامات دولتی این اظهارات آقای ظاهر را قناعت بخش نمی‌دانند. کابل اگر جرایم بازم با مدود سه گفتیم جرایم عادی و جرایم سازمانی یافته تقسیم کنیم، جرایم عادی به مو حالت نرمالش است، گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، نظر به حتی گاهی فصل، موسوم، آب و هوا، ایگپا سر جرایم تاثیر داره، سر وقوع جرایم. و دیگه قبلا ما در مورد عوامل جرایم زیاد صحبت کردیم، فعلا که بگویم این جرایم عادی در کابل به حالت عادیش است. در حدود هر ماه ما از بالاتر از 100 و پایینتر از 200 قضیه هر ما جرایم عادی داریم که اینمی جنگ هاست، مجروریت هاست، مفاسد اخلاقی است، فریبکاری هاست، جرایم اقتصادی است، غصب ملکیت است، این همین جرایم مختلف عادی که در هر جامعه صورت میگیره، اینمی جرایم هم ما به حد نرمالش داریم. در ماه مبارک رمضان ما جرایم جنگ زیاد داشتیم که مجروریت ها بود، قتل ها بود، که همین مجروریت ها باعث قتل ها شده بود. ببینید پیشتر گفتیم که نظر به فصل، حتی در ماه مبارک رمضان مردم زیاد بی‌حوصله می بودن، بیشترین آمار جنگ ما در ماه مبارک رمضان داشتیم. برار ما گم شده، ما بیامدم به الزینو برای ما گفته که برار تو گم شده بیاید. خب وقتی که الزین نو آمدم جریان از ما پرسید چند و سال و تا اصابات هم پرسید، حالا رفت بیامدم به ولایت. به ولایت آمدیم اینجا عریضه کردم که برار ما گم شده، گفتن به سر چی شکی؟ گفتم همیت به سران رفقای ما شکی هم رفقای رد از چند روز پیدا شد به نام ملیبنو پیدا شد رد از اونگری عزیبا گفتن که همین برار ما گمه تو میفهمی به ایسا پشته اینا پشته میفهم فرسی دب میزنه اینا به ایسا پشته ایسا دب میزنه گفته که پس چیز کنم هنم بر خدیت و ترجمان میشم زب میزنم خب همی حالا برست خیصلا اول سه لک دلار گفتم بدن یک نیم لک دلار گفتم از یک نیم لک دلار با زیاد زنگ زدم به 80,000 دلار 80,000 دلار بیام به 65,000 ولی زنگ زکانم به 65,000 خیصلا کردم
اعتماد مردم وقت بر عدالت رسمی ضعیف شده میره، مردم به انتقام جویی شخصی میپردازن. امروز وقت جرم را شخص مرتکب میشه، پسر جوان را اختطاف میکنن، دختر جوان را اختطاف میکنن و او تجاوز صورت میگیره، ولی عامل از او آزادانه گشت گذار میکنه، عامل از این جرم که باید جزا بالش تطبیق شود جزا تطبیق نمیشه. پس اعتمادی که باید در بین دولت، مردم و عدالت رسمی وجود داشته باشه این کاملا از بین میره و زمینه های ارتکاب جرایم در چنین جامعه روز به روز بیشتر شده. یه نفر داخل دفتر سه نو زب توجه سولم نو دو ویلیتی یاو بمشور نخری زب خامخ ناستم آدانور یاو کنچ دکرم و یاو بشور نخری یاو نفر دماد شیل و بیرونو کت یاو نفر بل هم ولار ده او اماده ده دبان ده شیشو نخکار ده اغام شخصی و اغام شخصی و پوزی بلمخش کرده شخصی پتنو که نه کمیس پرتو کمیس پرتو کمیس پرتو واسکار کرته واسکار نو نه واسکار نو جمپر گونده شه جمپر داشه ابر کرد گونده نه ده ساده جمپر ساده جمپر یو خو بیرون ده یو بیرون ولاړ یو دیني نه و دغه هم دیني نه راغی و دریام هم دلی نه راغی نو د سره چاقو او سره بوکس پنجه چاقو کې سلام ور سره بوکس پنجه او چاقو دی یو سره ته دا کوم شي کو خو بیرون زه ما خم پټو مو سترګې ښکارې دي نو خدای سر کې خولې وو سر پاکول و دی دارو دی دره یا پاکول و دی نور در دسمان نه پا دیکی شک نشته ده چه دی علتونه یا دی نخص پا نه یوازی پا دولت که بلکه پا طولنه که هم موجود ده پا کورانه که هم موجود ده پا عدلی و قضایی ارگانونو که با هم موجود وی په من کې هم موجود ده ځکه که چیرته دغه مجرمین خو د بلې دنیا نه ندی راغلي خو زموږ بچیان دي هم د دې کلي او کور او د ناحیو اوسیدونکي دي که چیرته موږ د یو بد سړي سره او د یو داسې حرفوي مجرم سره بد سلوک وکړو او د هغه سره ښه اول ورته باید موږ کوشش وکړو چې نصیحت وکړو تر څو پورې که موږ د ترغیب لاره خپله کړو او د ښوونې او روزنې لاره خپله کړو او هغې دې ته وادار کړو چې دغه جرم کول ښه کار نه دی نو په جرمونو کې کمی راځي او که چیرته دولت هم په دې باندې کوشش وکړي چې کله یو تورن یا یو مجرم د دوی منګولو ته رسیږي او د دوی په توقیفي ځایونو کې پاتې کیږي که زندانونه دي که توقیف خانې دي او یا نظارت خانې دي هلته باید د دوی سره داسې برخورد وشي تر څو پورې هغه د اصلاح طرف ته جلب شي نه په زیادې دي چې د هغه سره داسې برخورد وشي که هغه حرفوي مجرم هم نه وي هغه په حرفوي باندې تبدیل کړو نو په کار داده چې زموږ په دغه ټولو مراحلو کې که هغه د نیولو د نراونی سات ته د هغه تر راخوش کېدو پورې هغه ته تر سزا په ورکولو کې باید ټول د هغه سره داسې یو برخورد وشي چې هغه په دې باندې پښمانه شي چې ما څونه بد کار کړی دی د دې بد کار په مقابل کې زما سره دومره نیکي کېږي چې ما ته یو درس راکول کېږي او ما د اصلاح لارې ته کش کاږي نو زه فکر کوم چې دا هم د جرمونو په راکمولو کې او یا که د دې سره برعکس برخورد وشي او سلوک ورسره وشي نو بیا دا د جرمونو په اضافوالي کې په وده کې کومک کولی شي او که چیرته موږ د خپلو زندانونو نه مکتبونه جوړ کړو تر څو پورې هغه د زندان اصلا د اصلاح یو مرکز دی کله چې دا یو ضروري نه ده که یو سړی په یو د یو جرم په تور باندې هغه په کومه جزا باندې محکوم شوي او هغه د ټوله جزا په زندان کې تېره کړي نه داسې هم نه ده باید هلته داسې اصلاحي تربیت وجود ولري تر څو پورې یو سړی ډیر زر اصلاح شي او نه هغه سزا چې ده باندې محکوم شوی دی په هغې باندې دا ټوله هلته تېره کړي بلکې کله چې دی اصلاح شي او د زندانونو او یا د توقیف ځایونو هغه خلک په دې باندې مطمئن شي چې دی نور په آینده کې جرم نه کوي نو په لحاظه دلته قوانین روښانه ویلي دي چې بیا دې دا د زندان نه پرېښودل شي در قانون ماسحلي مواردی وجود داره که عملکرد ناسالم مراجع کشفی و تحقیقی را با کسایی که به اتهام جرایم گرفتار میشن سریعا منع کردن ما در قانون اساسی افغانستان سریعا ماده داریم که شکنجه در افغانستان منع است هیچ کس حق نداره که
با تعمیل شکنجه در جریان تحقیق و در جریان گرفتاری به غرض گرفتاری اقرار و ازالت متهم عمل کنند. یک جرم است و در قانون جزای افغانستان هم مشخص برای این ماده پیش بینی شده که ارگاه یک موظف خدمات عام به خاطر گرفتن اعترافات یعنی به شکنجه مبادرت می‌ورزد، در واقع این عمل از هم یک جنایت پنداشته شده و جزای حبس طویل برای فاعل پیش بینی کردن. متاسفانه موقف کمیسیون هم در رابطه با پروسیجر محاکماتی بگونه است که اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هیچ صورت حمایت از عملکرد جرمی فاعلین جرایم نمی کنند. فقط موقف ما بگونه است که هر آن کسی که به اتهام جرایم گرفتار میشه از اداره محترم سارانوالی و از طریق مراجع کشفی کشور ما و از طریق محاکم کشور ما با رعایت معیارهای قبول شده محاکم عادلانه در تعقیب عدلیشان باید اقدام صورت بگیرند. تقاضای ما از کارمندان محترم مراجع کشفی کشور، مراجع تحقیقی کشور و مراجع قضایی کشور بگونه است که در قسمت عملکردشان در رابطه با متخلفین قانون، در رابطه با متهمین به گونه باشه که فاعل جرم از تعقیب عدلی باز نمانه و به گناه مجازات نشه. ما اجرای حمایت غیر قانونی عملکرد جرمی فاعلین جرایم نیستیم و هیچگاه هم این را نخواد پذیرفتیم که در قسمت تعقیب عدلیشان از طرف کارمندان مراجع کشفی و تحقیق کشور عملکرد خلاف قانون صورت بگیره، یعنی با عمل جرمی عملکرد جرمی را پاسخ دادن به عمل جرمی ای از لحاظ قانونی یک اصل نیست. نباید با یک کسی که تخالف قانون کرده موظف خدمات عام مرتکب جرم شود، بلکه در چوکات قانون با او به گونه عمل شود که آنچه قانون حکم میکنه. شکنجه و عملکردهای زشتی که باعث تعذیب روان و باعث تعذیب جسمی و روانی متهمین میگردد، این در واقع بر مبنای مختزیات قوانین نافذه کشور ما ایمان است و هیچ کسی حق نداره که تعمیل کنه در این مورد. افغانستان کشوری است که همواره با مشکلات و حوادث ناگوار دست و پنجه نرم می‌کند. اینک تهدیدهای امنیتی به خصوص اختطاف تاجران در کشور زمینی فعالیت را برای تاجران افغان دشوارتر ساخته است. تعداد از سرمایه گذاران و تاجران افغان هشدار می‌دهند اگر به امنیت آنان توجه صورت نگیرد، در این صورت سرمایه‌شان را از افغانستان بیرون از کشور انتقال خواهند داد. در این حال برخی مقامات دولتی میگویند یکی از چالش‌هایی که پلیس مبارزه با جرایم جنایی با آن مواجه باشد فشار وزرا و وکلای پارلمان است که به گفته آنها زمانی که پلیس جرایم جنایی یک قاتل یا مجرم را دستگیر میکند با اینکه با جرمش اعتراف هم کرده است با هم وکلای پارلمان تاکید برای آنها میکند. در صورتی که پلیس جرایم جنایی به خواستهای آنان پاسخ مثبت نگوید، ثانیاً با تعداد دیگر از وکلای واریش سفیدان یکجا میشوند و کمپاین بزرگ تبلیغاتی را علیه آنها بر راه میاندازند و این علت دیگری است که جرایم جنایی در افغانستان افزایش میدهد. ما گفته نمیتونیم که سطح ارتکاب جرایم جنایی در یک جامعه به صفر تخرب کنه. جامعه بسیار پیشرفته که مردم به تمام حقوق خود رسیده، بازم در اونجا جرایم مردم مرتکب میشن. ولی بازم ناامیدی درست نیست. بر دولت ها است که راههایی را پیش بگیرن که تا سطح جرایم در کشور خود نظر به مؤلفه‌های کشور خود خاتمه بدن. من فکر میکنم که یکی از راههای کاهش جرایم در افغانستان فقرزدایی است. فقر زدایی یکی از راه‌های کاهش جرایم در افغانستان و سوی دیگر کار برای بلند بردن سطح سواد، دانش و ایجاد کار معقول و کار مشروع برای مردم است و سوی دیگر به وجود آمدن تفکیک قوه به شکل واقعیش در افغانستان است. عدم مداخله سیاستمدارا و دولت مردا به صلاحیت‌های قوه قضایه یا
نهادهای تامین عدالت در افغانستان. هر زمان اینا تضمین شوند در افغانستان، اونجاست که سطح جرایم در افغانستان پایین میاد. لبد مرغه ستونزی پا 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 دیرو زینو کشته، لکه مخکې چې ما اشاره وکړله چې ستونزی په پاملونو کشته ده، چې خپل اولادونو ته نصیحت نه کوي، ستونزی په حکومت کشته ده چې واسطې مني، ستونزی په نورو پلیکونکو د قانون په پلیکونکو ادارو کشته ده چې هلته هم دوی یا د تهدید او یا د واسطو او یا د نورو هیلو په بانه باندې قانون په خپله باندې تر پښو لاندې کوي. نو دا ټول هغه شیان دي چې د جرم په اضافوالي کې کومک کوي. که چیرته مثلا د جرم د کېدو سره او د قانون په پلي کېدو باندې دوی جرأت وکړي او قانون په صحیح معنی کې تطبیق شي، نو زه فکر کوم چې د جرم جرډې به ورکې شي. خو لبد مرغه چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې موږ یې د پیړیو نه ګورو تر اوسه پورې، هغه سې څنګه چې د ولس خواهش دی، څنګه چې د خلکو امید دی او تمه ده، په هغه شکل باندې د پخوا راسې قانون نه پلی شوی دی او نه د پلی کېدو په حال کې موږ وینو. نو امید هم دا دی چې په راتلونکي کې د یو داسې ټولنې خاوندان واوسیږو چې په هغې کې قانون په ټولو خلکو باندې یو شان تطبیقیږي، یو شان پلی کېږي، او د جرمونو ته موږ د تل لپاره د پیټه کې کېږدو. نو په دې امید باندې یو، او د حکومت نه هم دا غوښتنه ده، او د عدلي او قضایي ارګانونو نه هم دا غوښتنه ده، د کشپي او د قانون د پلي کېدلو د ټولو ارګانونو نه هم دا غوښتنه ده چې هغه څوک چې په داسې جرمونو باندې لاس پورې کوي چې په هغې کې بشري ناخوالې رامنځته کېږي، نو باید د داسې مجرمینو سره دوی هېڅ قسم ته د قانون پر خلاف عمل ونه کړي تر څو په دوی باندې قانون په صحیح معنی کې تطبیق شي او جرم خاتمه پیدا کړي. در مورد ازی که گفتیم که اینا به پنجه قانون سپرده میشه و ما باید برتان بگویم، کسایی را که ما بندی کردیم به سارنوالی محترم روان کردیم تا بال او رها نشده، هر کسی که در اختطاف بوده ما دوسیه خوب ساختیم، فعلا هم بندیست و همی عسکر هم بندیست و یه عسکر به هیچ عنوان رها نمیشه، به خاطر چی که ما دوسیه قوی به او ساختیم، اعترافات بسیار قوی او داره، ما ایرا اعترافاتش بردیم در محکمه وثیقه شرعی به رضا و رغبت خودش ساختیم. دیگه روی از اون لحاظ رهایی از این بسیار محال است، چون کسی رو رها کرده نمیتونه، و کسای دیگی رو که ما دادیم شکر به فضل خدا رها نشدن، اگه اونا رها میشدن وضعیت به نیمی حالت نمیرسید. اینمی که شکر در کابل جرایم سازمان یافته نیست، این گپ ساده نیست، این گپ بسیار مشکل است، کار شبانه روزی میخواهد، زحمت شبانه روزی میخواهد، نیروهای مجرب و از جان گذر میخواهد که اثر خود تیر باشن، کسی که بترسه اثر خود تیر نشه، زندگی خود به بازی نگیره، نمیتونه که این گروپ ها را سرکوب کنه و ضربه بزنه و بندی کنه. بنابراین ما این گروپ ها را وقتی که اینمتو ضربات قوی برشان وارد کردیم، دستگیرشان کردیم، به سارنوالی روانشان کردیم، اونا محکمه هر کدامش 16 سال سرش قید کشیده، رها تا بالا نشدن و یا مطمئنن، من مطمئن هستم رها نمیشه. از این خاطر سطح جرایم سازمان یافته کاملا پایین آمده و نیست، و طبیعتا گروپ های هست تشکیل میشن، فرض مثال بعد از اینکه یک قضیه را میگیری یک ماه دو ماه بعد باز بعضی گروپ های دیگه در شهر ایجاد میشه، مافیاست، باز دست به اختطاف میزنه، دست به سرقت های مسلحانه میزنه. خب ای که باید پلیس بیدار باشه، ارگان های کشفی متواتر تمام وضعیت اپراتیفی را زیر نظر خود داشته باشه، هر لحظه و هر ساعت در تحرک باشه، اینا میتونن به این شکل که بیداری، هوشیاری و در ضمن اطلاعات جمع‌آوری، اطلاعات، کشف خوب، تحقیق خوب و بالاخره تحقیق خوب، اینمی میتونه که کابل از این جار و جنجال اختطافچی ها نجات بده. بی توجهی حکومت در تامین امنیت متشبسین خصوصی، فساد گسترده اداری در ادارات دولتی، نبود یک هماهنگی خوب میان دولت و متشبسین سرمایه از کشور محسوب می شود. برخی آگان سیاسی و مسئولین اتاقای تجارت با ابراز این مطلب هشدار می دن اگر مشکلات موجود تاجران افغان رفع نشود، افغانستان با بحران اقتصادی مواجه خواهد شد. به باور برخی از کارشناسان، پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان تا سال 2014 میلادی از حالت خوبی برخوردار بود، اما سال 2014 بعد این سو در نتیجه خرابی وضع امنیتی، عدم توزیع معقول منابع در کشور و از بین رفتن هماهنگی میان حکومت و جامعه جهانی، وضع اقتصادی در افغانستان سیر نزولی داشته است.
تاریخ 20 ماه اسد محترم عبدالله عمرزی که یک تجار ملی است و در ضمن داش خشت در قسمت دیسبز داره، اینا میرن در دیسبز که به کارگرای خود پول بتن. ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر میباشه. اینمیجا 4 نفر اختطافچی مسلح میان اینا را دسکیر، اینا را به اصطلاح به زور به جبر از جا میگیرنش، تغییر مسیر اجباری میتنش و کارگرایش هم مجروح، یکیش مجروح میسازن، یعنی توسط سلاح با یک متر اراده کرولای وازدری، یک اراده کرولای سفید ای را از مل انتقال میتن جبران و شود یک جای میبرنش، باز بالاخره در قسمت جا به جا میکننش. چونی به ما بسیار مهم بود، یعنی در تاریخ 20 اختطاف شد، در تاریخ 26 کارمندای ما اینا را کشیدن از اوجا. قضیه از این قرار بود که اینا را بعد از اینکه میبرن از دی سبز به استقامت نامعلوم انتقال میتشان، زمانی که اطلاع به ما رسید به صورت تیم بررسی کابل در اوجا موقعیت گرفت، گروپ های کشفی ما، گروپ های تعقیبی ما عاجل اوجا جای به جای شدن، موقعیت گرفتن تا که گروپ های تعقیبی اشخاص مشکوک تحت نظر در اوجا داشته باشند، تیم بررسی ما قضیه را بررسی کنه و گروپ های کشفی جستجو کنند که اختطاف توسط کی صورت گرفته. در ظرف 6 شبانه روز، یکی ماه مبارک رمضان بود، یکی که ما قبلا گفتیم ما در کابل به هیچ عنوان اختطاف را تحمل نداریم و اگر هر کس هم اختطاف میکنه، ما بدون کدام مبالغه یا بدون کدام چون و چرا میگم که قوت های کشفی ما شکر و الحمدلله در کابل بلند نمی سطح هستن که هر کس که اختطاف کنه ما میگیریمش، اما خوب است که اختطاف نکنه. اگر یانن این مجرمین سازمان یافته بیرم باز نیتشون می داشته باشن میخواین کس را اختطاف کنن، ما همیاله برش بگویم که هیچ زحمت نکشن، چرا که یارا ما میگیریم. وقتی گرفتیمشان هم زندگی خودشان هم خانوادهشان و هم کلشان به مشکل مواجه میشه. چرا ما در کابل به هیچ عنوان اینمی کلمه را به نام اختطاف تحمل نداریم و کسی را اجازه نمیتیم که در کابل اختطاف کنه. هر کس هم که اختطاف کنه ما او را دستگیر میکنیم. دیسه آقای عبدالله عمرزی هم همونطور بود، ای را بردن و در 6 شبانه روز پیش از یایی در یک چا نگهداری میشد که عمق از این چا در حدود 25 متر و طولی که یا یک سوپ زده بود در حدود 60 متر بود. ما در 6 شبانه روز کارمندای ما شب و روز کار کردن، یعنی در 6 شبانه روز گروپ های کشفی و اپراتیفی کابل اصلا خواب نکردن. چرا؟ که امو تو امر بود، هدایت بود که هر ترتیب که میشه، هم از طریق جناب محترم وزیر صاحب امور داخله، هم قماندان صاحب شهر، مهی صاحب امنیتی، این فشار امنی بود و از طرف خودم سر کارمندایم که به هر ترتیبی که میشه باید هم اختطافچا دستگیر شوه و ماه مبارک رمضان است و امی عبدالله عمرزی هم باید عاجل از چنگ از این اختطافچا رها شوه. بینندگان عزیز، این بود برنامه کنونی ارتکاب که تقدیم شما شد. تا ارتکاب و هفته بعد شما را به لوی یکتا میسپارم. خدا نگهدار.